بینندگان گرامی شبکه جهانی تلویزیون پارس درود بر شما من ستیو بازیر هستم و از شما دعوت میکنم به خبرهای امروز آدینه ششم مهر ماه سال 2583 ایرانی 1403 خورشیدی برابر با 27 سپتامبر سال 2024 توجه بفرمایید در آغاز خبرها میپردازیم به رونمایی شاهزاده رضا پهلوی از پروژه شکوفایی ایران و ده اصل اقتصادی برای آینده ایران شاهزاده رضا پهلوی پنجشنبه پنجم مهر ماه طی سخنانی در سومین کنفرانس ایران در پایتخت ایالات متحده از تدوین برنامه‌ای برای تثبیت مالی و اجتماعی ایران پس از فروپاشی جمهوری اسلامی خبر داد. او در این همایش که توسط اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران در شهر واشنگتن برگزار شده است، با معرفی پروژه شکوفایی ایران گفت در فاز اول این پروژه برنامه های فوری تثبیت مالی و اجتماعی برای صد روز نخست پس از فروپاشی جمهوری اسلامی تدوین شده فاز دوم بر دوره انتقال و تثبیت سیاسی و قانونی لازم تمرکز دارد و فاز سوم بر بازسازی اقتصادی بلند مدت و فرصت های سرمایه گذاری متمرکز خواهد بود شاهزاده رضا پهلوی با برشمردن ده اصل اقتصادی خود برای آینده ایران تصریح کرد برخلاف خمینی من قول آب مجانی، اتوبوس مجانی یا خدمات عمومی مجانی نمی دهم. آنچه من ارائه می کنم چشمندازی است که بر اساس مشاوره های مداوم با اقتصاددانان برجسته و رهبران موفق تجاری شکل گرفته است. او در معرفی این ده اصل اقتصادی خاطر نشان کرد در پروژه شکوفایی ایران نخستین گام اعتماد به شهروندان در سیاستگذاری اقتصادی است تا آنها بتوانند بر اساس منافع خود تصمیم بگیرند. در گام دوم دولت باید فرصتهایی را برای شکوفایی همه شهروندان ایجاد کند و در اقدام سوم سیاستها باید با تقویت مسئولیت پذیری فردی و نوآوری افراد را توانمند کنند. شاهزاده رضا پهلوی در ادامه تشریح طرحهای خود برای ایران بعد از آزادی افسود احترام به مالکیت خصوصی و حفاظت از آن در برابر مداخله لازمه یک اقتصاد پویا و اصل چهارم طرح من است در مرحله پنجم سازوکارهای بازار باید در صورت امکان راهنمای تعاملات اقتصادی بین شهروندان باشند و در گام ششم دولت باید با اطمینان از امنیت سرمایه گذاری و ایجاد محیطی مناسب برای کسب و کار موانع را از سر راه کارآفرینان داخلی بردارد و شرایط مناسب برای آنها فراهم کند. او کنترل تورم با توجه به انضباط مالی و ایجاد یک بانک مرکزی مستقل رفع موانع مشارکت زنان در بازار کار معرفی تولید و بهرهوری به عنوان موتور رشد اقتصادی از طریق ارتقاء سرمایه انسانی و پذیرش فناوری و در نهایت بازگشت ایران به اقتصاد جهانی و فراهم کردن شرایط سرمایهگذاری خارجی را از دیگر اصول دهگانه طرح خود برای شکوفایی ایران پس از فروپاشی جمهوری اسلامی معرفی کرد شاهزاده رضا پهلوی در حاشیه این اجلاس نیز بار دیگر بر لزوم تغییر دیدگاه سران کشورهای غربی نسبت به ایران تاکید کرد و گفت کشورهای غربی باید به جای انتظار تغییر از درون رژیم از مردم ایران حمایت و به آنها کمک کنند تا بتوانند هرچه سریعتر آزادی خود را بدست آورند. ادامه خبرها همزمان با ادامه حملات اسرائیل به لبنان و هدف قرار دادن اهداف حزب الله بنیامین نتانیاهو در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفته است بسیاری از مشکلات خاور میانه به ایران ربط دارد نخست وزیر اسرائیل در این سخنرانی خطاب به مقام های ایرانی که آنها را خودکامگان تهران خواند گفت اگر به ما حمله کنید به شما حمله می کنیم او ادامه داد هیچ جایی در ایران نیست که دست بلند اسرائیل به آن نرسد و این در مورد کل خاور میانه صدق می کند. نخست وزیر اسرائیل همچنین اعلام کرد اسرائیل علیه تهران در هفت جبهه در حال دفاع از خود است. نتانیاهو با اشاره به اینکه اسرائیل هر کاری می کند که ایران به سلاح هستهی دست نیابد خواستار آن شد که شورای امنیت سازمان ملل تحریم های ایران را بازگرداند. تصاویر و گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که هنگام سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل، تعدادی از دیپلمات‌ها و مقام‌های کشورهای مختلف سالن را ترک کردند. اعضای هیئت‌های نمایندگی ایران، پاکستان و ترکیه از جمله افرادی بودند که سالن را ترک کردند. با آنکه خبر تصویب لایحه موسوم به افاف و حجاب توسط شورای نگهبان هنوز توسط این نهاد رسما اعلام نشده اظهارات دو نماینده مجلس در این زمینه کافی بود تا واکنش هایی را در شبکه های مجازی برانگیزد این واکنش ها پس از آن در شبکه های اجتماعی منتشر شد که احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس و موسا قزنفر آبادی عضو کمیسیون حقوقی و قضای مجلس به فاصله چند روز از یکدیگر اعلام کردند لایحه یاد شده که مدتها ها بین مجلس و شورای نگهبان در رفت آمد بود توسط این شورا تایید شده است با این حال هنوز خبری به طور رسمی از طرف شورای نگهبان یا کلیت مجلس شورای اسلامی درباره تایید این لایحه منتشر نشده است مدیر کل آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای به خبرگزاری فرانسه گفت ایران برای تعامل مجدد بر سر پرونده هسته‌ای خود با سازمان ملل و قدرت‌های غربی تمایل نشان داده است. رافائل گروسی روز پنجشنبه پنجم مهر به خبرگزاری فرانسه گفت که ایرانی ها نشانه هایی از تمایل به تعامل مجدد نه تنها با آژانس بلکه با شربکای سابق ما در توافق هسته‌ای 2015 نشان می‌دهند. گروسی افسود در حال حاضر امکان انجام چنین کاری هست عباس اراغچی وزیر خارجه ایران که به نیویورک سفر کرده است چند روز پیش با انتشار ویدیویی در کانال تلگرام خود گفت که یکی از اهداف سفر او آغاز دور جدیدی از مذاکرات هسته است و ما ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با اشاره به تصاویر منتشر شده در خبرگزاری های دولتی در مورد استفاده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از کودکان در یک رزمایش نظامی آن را ناقض تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی دانست به نوشته هرانا لشکر 27 سپاه پاسداران در روز چهارشنبه چهارم مهر به مناسبت هفته گرامی داشته جنگ هشت ساله ایران و عراق با سازی عملیات موسوم به ولفجر هشت را در مجتمع تفریحی چیتگر در شمال غرب ته در شمال غرب تهران اجرا کرد بر اساس این گزارش گزارش از بر اساس این گزارش تصاویر منتشر شده در رسانه ها و شبکه های اجتماعی نشان می دهد که در این رزمایش آبی خاکی از کودکان استفاده شده است و تعدادی از کودکان با در دست داشتن سلاح های جنگی در کنار پرسولد نظامی حضور دارند. نشریه پلیتیکو و همچنین شبکه خبری ABC گزارش دادند که وزارت دادگستری آمریکا علیه چند هکر ایرانی در ارتباط با نفوذ سایبری به ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری اعلام جرم می کند. پلیتیکو روز پنجشنبه پنجم مهر به نقل از سه منبع آگاه که خواستند نامشان ذکر نشود گزارش داد که هیئت منصفه دادگاه اخیرا چند هکر ایرانی را در ارتباط با نفوذ سایبری به کارزار انتخاباتی دانالد ترامپ متهم کرده است جزئیات بیشتری درباره متهمان گزارش نشده و به نوشته پلیتیکو کیفرخواست صادر شده علیه این هکرهای ایرانی روز پنجشنبه به تایید هیئت منصفه رسید از شما بینندگان گرامی دعوت میکنم همچنان با خبرهای امروز همراهی بفرمایید. سرشناسترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی حمله حیوانات زمین خوردگی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت های بیمه خواهد بود فقط و فقط یک نام دکتر کامران یدیدی 818 999 9999 -999. معتبر برا جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاتونی شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس 818 377 31 818 344 -50, 50 از شبکه جهانی تلویزیون پارس به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818 577 77 59 7 روز هفته 24 ساعته خبرها را با چند خبر دیگر از دیگر نقاط جهان ادامه می دهم. ارتش اسرائیل اعلام کرد یک فروند موشک بالستیک دوربرد زمین به زمین را که شورشی های حوسی یمنی بامداد جمعه ششم مهر به سوی مرکز اسرائیل شلیک کردند رهگیری و منهدم کرده است رهگیری موشک حوسی ها با استفاده از سامانه دفاع هوایی پیکان بر فراز جو و پیش از ورود به حریم هوایی اسرائیل انجام شد نزدیک شدن موشک حوسی ها آژیر خطر حمله قریب الوقوع را در ساعت چهل دقیقه بامداد در تلاویو و شهرهای اطراف آن که منطقه پر جمعیت گوشدان نامیده می شود به صدا درآورد. نهادهای امدادی اسرائیل گفتند چند تن از مردم بر اثر شتاب در دویدن به سوی پناهگاه آسیب جزئی دیدند. قطعات این موشک که موشک حوسی ها را منهدم کرده بود پس از ساعتی در منطقه نف آیالون در مرکز اسرائیل مشاهده شد. آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد روز جمعه ششم مهر اعلام کرد طی 72 ساعت گذشته و در پی تشدید درگیری ها میان اسرائیل و حزب الله بیش از سی هزار نفر که عمدتا شهروندان سوریه هستند از لبنان به سوریه گریختند. گونزالو بارگاس یوسا نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در سوریه گفت که حدود 80 درصد آنها سوری و حدود 20 درصد لبنانی بودند. او افزود. حدود نیمی از این افراد کودک و نوجوان هستند و مردان در مقایسه با زنان به نسبت کمتر از گذرگاه مرزی عبور کردند. حدود یک و نیم میلیون سوری که از جنگ داخلی در کشور خود کریخته اند در لبنان زندگی می کنند. نروژ علیه یک شهروند خود به اتهام ارتباط با شرکت مستقر در بلغارستان که نامش در تحقیقات مرتبط با انفجار پیجرهای نیروهای حزب الله لبنان مطرح شده قرار بازداشت بین‌المللی صادر کرد. انفجار همزمان هزاران دستگاه پیجر نیروهای حزب الله در روز 27 شهریور سال جاری در لبنان و بخشهایی از سوریه و سپس انفجار مشابه یک روز بعد در صدها دستگاه بیسیم و سایر تجهیزات ارتباطی این گروه دست کم 39 کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشت. یک هفته پس از این رویدادهای بی سابقه، خبرگزاری رویترز در تحقیقاتی به نقل از منابع لبنانی اعلام کرد 1500 عضو حزب الله در انفجارها نابینا یا قطع عضو شدند. رئیس جمهور اوکراین که در هفته های اخیر از طرح پیروزی برای وادار کردن روسیه به آمدن پای میز مذاکره سخن گفته است در کاخ سفید با رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا دیدار کرد این دیدار روز پنجشنبه پنجم مهر برگزار شد و جو بایدن با تاکید مجدد بر اینکه روسیه در تهاجم خود علیه اوکراین پیروز نخواهد شد گفته است ما در هر مرحله در کنار شما خواهیم بود اندکی پیش از این دیدار رئیس جمهور آمریکا از اختصاص نزدیک به 8 میلیارد دلار کمک نظامی دیگر به اوکراین برای پیروزی در این جنگ خبر داده بود. اسوشیتد پرس در گزارشی نوشت که گمان زنی ها حاکی از آن است که حزب راست افراطی و ضد مهاجر آزادی در اتریش بتواند در انتخابات سراسری روز یکشنبه هشتم مهر بیشترین میزان آرا را کسب کند. به نوشته این خبرگزاری یکی از موضوعات مرکزی در مبارزات انتخاباتی در اتریش مهاجرت است هربرت کیکل وزیر سابق اتریش و از رهبران حزب آزادی با سراحت گفته است ما درخواست های پناهندگی را در اتریش نمی خواهیم. کسی که روند مهاجرت ملت ها را متوقف کند از ورود اسلامگرایی جلوگیری کرده است او با این شعار در انتخابات نامزد شد که صدر اعظم خلق شود عنوانی که آدولف هیتلر به خود داده بود هرچند که هربرت کیکل از این, این مقایسه را خود رد کرده است حزب آزادی مجارستان و سیاست های ویکتور اوربان نخست وزیر این کشور برای جلوگیری از ورود مهاجران را وی الگو قرار داده است و اما و ایشیبا نخست وزیر جدید ژاپن با طرح پیشنهادهای تازه‌ای برای بازسازی روابط با آمریکا متحد نزدیک این کشور خبر داده است ایجاد یک سازمان ناتوی آسیایی و استقرار نیروهای ژاپنی در خاک ایالات متحده از جمله پیشنهادهایی است که او مطرح کرده ایشیبا که روز جمعه ششم مهر به عنوان رهبر حزب حاکم لیبرال دموکرات و نخست وزیر جدید ژاپن انتخاب شد هفته گذشته بخشی از برنامه های خود را در مقاله‌ای به اندیشکده هاتسون ارائه کرد و گفت که پیشنهادهای او مانع استفاده چین از نیروی نظامی در آسیا می شود. ایشیبا در این مقاله یادآور می شود که عدم وجود یک سیستم دفاعی گروهی مانند سازمان ناتو در آسیا به این معنی است که احتمالا جنگ هایی در پیش خواهد بود زیرا هیچ تعهدی برای دفاع متقابل وجود ندارد. ایشیبا مانند بسیاری از سیاستمداران ژاپنی نسبت به افزایش فعالیت های نظامی چین در اطراف جزایر ژاپن ابراز نگرانی کرده است. و اما مرکز ملی طوفان ایالات متحده در مورد ادامه ی حرکت طوفان بسیار خطرناک هلین که روز پنجشنبه به ایالت فلوریدا در آمریکا رسید و ویرانی گسترده که میتواند ایجاد کند هشدار داد. انتظار می رود این طوفان یکی از بزرگترین طوفان خلیج مکزیک باشد. بر اساس گزارش مرکز یاد شده طوفان هلین با بادهایی با سرعت 175 کیلومتر در ساعت به سواحل فلوریدا رسید و سپس در روز جمعه از طوفان درجه چهار به درجه دو کاهش یافت با این همه مرکز ملی هواشناسی آمریکا همچنان آن را طوفانی قدرتمند توصیف می کند در پی وقوع این طوفان روز گذشته در ایالت فلوریدا بیش از یک میلیون نفر بدون برق بودند از شما بینندگان گرامی دعوت می کنم همچنان با خبرهای امروز همراهی بفرمایید. در در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از زمان تصادف و صدمات بدنی از ابتدا تا پایان پرونده حتی تا ترایل و دادگاه با شماست هیدریلا با بهرهگیری از تیم گسترده حقوقی و با همکاری بیش از ده وکیل برتر در کالیفرنیا و نوادا بر حیدری یا پرونده شما برای ترایل و لدیگیشن به دفاتر دیگر سپرده نمی شود 818 818 0707 حیدری ویست ساید مدیکال فارمسی در 11 968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسین های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سنتامونیکا مونیکا. دوشنبه تا جمعه ده صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310 441 1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وب سایت مدیکال فارمسی موجود است به مثل دوغ بیبلوس نمیشه یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه درکه دربند چلو کباب سفارش میدادیم غذا به همون چسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم الان هم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه سالم کاملا طبیعی خوشتم تهیه شده از ماست و شیر بدون هورمون و مواد افزودنی امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه ادامه خبرها کارشناسان سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه به جزئیاتی از تلاش های ایران و حزب الله لبنان برای تبدیل حوسیهای های یمن از یک گروه مسلح محلی به یک سازمان نظامی قدرتمند اشاره کردند بر اساس گزارش محرمانه کارشناسان سازمان ملل که نسخه ای از آن به رویت خبرگزاری ها رسیده ایران و حزب الله باعث ظهور و سربرآوردن حوسیهای های یمن بودند رویترز روز پنجشنبه پنجم مهر خبر داد که کارشناسان سازمان ملل در نظارت بر تحریم‌ها در گزارش خود تصریح کردند که شورشیان حوسی یمن با کمک نیروی قدس سپاه پاسداران حزب الله لبنان و متخصصان عراقی از یک گروه مسلح محلی با توانایی محدود به یک سازمان نظامی قدرتمند تبدیل شدند. و ما خبرها را با چند خبر دیگر از درون مرزهای میهن پی گرفته و به پایان میبرم واکنش فعالان و تشکلهای کارگری معلمان و واحدهای سنفی به انفجار معدن معدنجوی در تبس و کشته شدن دهها کارگر آن ادامه دارد کانون سنفی معلمان تهران روز پنجشنبه پنجم مهر در بیانیه ای اعلام کرد که همراه با خانواده های داغدار و مردم بهت زده از انفجار معدن معدنجوی در تبس و کشته شدن دهها کارگر خواستار پاسخگویی سریح مسئولین هستند همچنین قانون نویسندگان ایران از تلاش حکومت جمهوری اسلامی و رسانه های حکومتی برای طبیعی نشان دادن انفجار در معدن زغال سنگ در تبس انتقاد کرد و چهار فعال کارگر زندانی نیز در پیام های همدردی خود را با خانواده های ده ها کارگر کشته شده در این انفجار اعلام کردند. پیش از این فعالان و تشکل های کارگری و سنفی حکومت را مسئول وقوع چنین حوادثی در محیط های کار دانستند. و ما کانال تلگرامی افکار نفت از محتمل بودن بروز حادثه در سکوها و پالایشگاه‌های های گازی ایران خبر داد و نوشت دلیل این پیش عدم رسیدگی و نوسازی تجهیزات خوردگی شدید از کار افتادگی درصد زیادی از سنسورهای تشخیص گاز عدم تامین قطعات و ساده پنداشتن کار روی سکو و پالایشگاه از طرف مسئولین است که میتواند بحران آفرین باشد این کانال تلگرامی روز پنجشنبه پنجم مهر تاکید کرد سنسورهای اعلام خطر اکثر, اکثر اکثر این سرویس ها از مدار خارج است عمر 60 ساله هلیکوپترهای تردد خیلی خیلی میخوام عمر 60 ساله هلیکوپترهای تردد پرسونل به سکوها و عمر 50 ساله هواپیماهای تردد پرسونل و فشار بر روی تجهیزات از جمله مواردی است که در این گزارش به عنوان زنگ خطر از آنها یاد شده است از دیگر موارد اشاره شده در این کانال تلگرامی نبود ایمنی در محل کار است وبسایت تحلیل بازار در گزارشی در دوازده مهر سال گذشته به نقل از هدایت خادمی رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت های حفاری نفت و گاز ایران نوشت ظرف ده سال گذشته 15 برابر سی سال گذشته در صنعت نفت حادثه رخ داده است حوادثی که بسیاری از آنها به بهای جان کارگران این صنعت تمام شده است و اما در حمله هوایی روز پنجشنبه اسرائیل به حومه جنوبی بیروت محمد سرور رئیس واحد پهپادی حزب الله جان باخت خبری که توسط حزب الله و ارتش اسرائیل نیز تایید شد نتانیاهو نیز در بدو ورود به نیویورک تایید کرد که حذف محمد سرور با تأیید و موافقت او انجام شده است منابع عربی میگویند محمد حسین سرور علاوه بر فرماندهی واحد پهپادی حزب الله لبنان مسئول آموزش استفاده از پهپاد به حوسی های یمن نیز بوده است و تنها سه روز قبل از کشته شدنش در حمله جنگنده های اسرائیل از یمن به لبنان بازگشته بود وزارت به بهداشت لبنان نیز در بیانیه ای کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 15 نفر دیگر از همراهان محمد حسین سرور در حمله هوایی پنجشنبه اسرائیل به زاهیه را تایید کرد خبرگزاری ملی لبنان در روایت چگونگی این حمله اعلام کرد که سه موشک به یک آپارتمان مسکونی در یک ساختمان ده طبقه اصابت کردند که کشته شدن نفرات وابسته به حزب الله را در پی داشت. خبرگزاری فرانسه هم اعلام کرد هدف این حمله نزدیک ساختمانی بود که ابراهیم عقیل فرمانده نیروهای رزوان حزب الله و دیگر فرماندهان در جمعه گذشته در آنجا کشته شده بودند. و اما با ابلاغ قیمت جدید شیر خام از سوی محمد رضا عارف معاون اول مسعود پزشکیان شیر خام با افزایش قیمت 20 درصدی به هر کیلوگرم 18100 تومان رسید. بنابر اعلام رسانه های ایران نرخ قبلی شیر خام به ازای هر کیلوگرم 15000 تومان بود که یکی از اولین وعده های وزیر جهاد کشاورزی تعیین تکلیف این قیمت بود. افزایش قیمت شیر از ماها پیش تصویب شده بود اما دولت در شرایطی که قیمت نان هم افزایش میافت مانع ابلاغ آن شده بود که در نهایت قیمت جدید در بازار اعمال شد در همین ارتباط باید در انتظار افزایش قیمت محصولات لبنی نیز بود رئیس هیئت مدیره اتحادیه فرآورده های لبنی روز 27 شهریور از افزایش 25 درصدی قیمت محصولات لبنی به دلیل افزایش 20 درصدی قیمت شیر خام خبر داده بود. با این حال علی احسان زفری هشدار داده بود که گرانتر شدن محصولات لبنی نه تنها سودی برای تولید کنندگان ندارد بلکه به کاهش مصرف و در نتیجه کاهش تولید و سوددهی منجر می شود. او تاکید کرده بود اگر این افزایش قیمت ها ادامه یابد مصرف لبنیات در میان مردم کاهش خواهد یافت از توجه و همراهی شما بینندگان گرامی با این مجموعه خبری بسیار سپاسگزارم شب و روزتان بخیر پاینده ایران